بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به گفتمان کنونی ما. هفته گذشته مرکز تحقیقات یا انستیتوت تحقیقاتی جناح در پاکستان یک راپوری را به نشر رساند که در واقع رهنمود بود برای سیاست خارجی پاکستان، و همچنان روز گذشته حکومت پاکستان، وزارت خارجه پاکستان یک تن از مسئولان سفارت افغانستان را احضار کردند و شکایت نامه را مبنی بر ورود هراس افغانان از سرحد افغانستان به پاکستان و کشتن شماره از نظامیان پاکستان شکایت نامه را تقدیم از اونا کردند. ما در این گفتمان روی دو موضوع پرسش‌های را با دوستان ما مطرح خواهد کردیم. مهمانان ما را خدمت شما معرفی میکنیم: آقایان هارون میر، رئیس مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان، دکتر سید عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان، فهیم دشتی، روزنامه‌نگار، مجیب الرحمن رحیمی، پژوهشگر، و بانو شکریه بارکزی، عضو مجلس نمایندگان. قابل یادآوری میدانیم که از مرکز رسانه های حکومت و از وزارت امور خارجه افغانستان تکراراً دعوت کردیم که یک کسی را در بحث ما بفرستند و از چگونگی اجراعات حکومت در برابر این عملکرد پاکستان چیزایی برای ما بگویند. متاسفانه کسی حاضر نشد. در آغاز از آقای رحیمی میخوایم پرسان بکنیم که جایگاه همچه مراکز در سایر کشورها با ویژه پاکستان چی است، چقدر اعتبار داره گفته های زیاد؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان و مهمانان برنامه، طبیعتاً در کشورهای پیشرفته نقش مراکز تحقیقاتی، مراکزی که در عرصه‌های مختلف به پژوهش و تحقیق می‌پردازند، خصوصاً در بخش سیاست‌گذاری‌ها برجسته و نهادینه است. جریان‌های مختلف در عرصه‌های مختلف از نهادهایی حمایت می‌کنند و نهادهای مشخصی را دارند که در عرصه‌های سیاسی و سیاست‌گذاری مشوره های دقیق تری را بر اونا عرضه بکنه. مثلا در آمریکا و بریتانیا این نمونه ها را ما بیشتر داریم. در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم هم این مدل تا حد تجربه شده، به خصوص در نمونه کشور پاکستان. ما نهادهای مختلف تحقیقاتی و پژوهشی را داریم که در سایه مختلف دیدگاهی را عرضه میکنن. این بحث اخیری که شما به او اشاره کردین، با توجه به میزان اشتراک نخبه های پاکستان، چه نخبه های نظامی، سیاسی و اونایی که در عرصه های دیپلماتیک فعال بودن، و همکاریشون با یک از نهادهایی که در ایالات متحده آمریکا در عرصه فعال است، این بحث و این دیدگاه ها را تا یک حد اهمیتش بالا میبره. البته این هم باید تذکر بتونم که همچون نهادهایی در پاکستان با توجه به میزان مشارکت افراد نظامی، نخبه های سیاسی که به احزاب و به نهادهای استخباراتی وابسته هستند، میتواند در یک حد از رابطه متقابل حکومت پاکستان، ارتش و استخبارات هم با این نهاد خبر بده. در مجموع دیدگاهی که اینا مطرح کردن، چی در مورد دیدگاه پاکستان در رابطه با مداخله ایالات متحده آمریکا در منطقه و در افغانستان، دیدگاه های حکومت پاکستان در رابطه با حکومت افغانستان، ارتش افغانستان، ساختار و تشکیلات سیاسی، و همچنان موانع شکلگیری حکومت و ثبات در منطقه، و همچنان دیدگاهشان در مورد همکاری های منطقوی و مداخله هند، بیشتر بازتاب دهنده دیدگاه های رسمی حکومت پاکستان است که در طول سالهای گذشته شکل گرفته، و ما همچنان تغییر فاحشی را در این دیدگاه ها با سیاست های رسمی پاکستان نمیبینیم. تشکر. آقای میر، دیدگاه شما چی است؟ مطالب برجسته که در این تحلیل مرکز تحقیقاتی جناح چیز تازه است، به نظر شما کدام گپا است؟ البته این نظر سنجی که از تخمین سیاسی پاکستان صورت گرفته چیز تازه برای ما نیست. آنچه که در این راپور درج شده مسائل است که از گذشته ها تا پاکستانی ها روی از این تاکید میکردند تو به افغانستان، خصوصا آنچه که مربوط به افغانستان میشه که در افغانستان باید یک حکومتی باشه که حکومتی که حداقل مخالف پاکستان نباشه، چیزی است که موقف رسمی پاکستان هم هست. مثلا موضوعی که رول هند است در افغانستان چیز تازه نیست، همیشه مکررن پاکستانی ها روی از این تاکید کردن. به همین صراحت لهجه
نمی سرات لهجه. پاکستانی ها در گذشته هم روی ازی تاکید کردن و یک نظرسنجی از نخبگان پاکستانی است و تا جایی را که ما با دوستانی که در اینجا هستند، خصوصا خانم بارکزای و آقای دشتی که در بعضی از کنفرانس ها که ما در با پاکستانی ها یک جا بودیم، این موقف است که موقف نظامی های پاکستان است، موقف سیاسی پاکستان است و تا موقف جامعه مدنی پاکستان هم همین موقف است. یعنی تغییر نیست یا یک کدام موضوع خاصی نیست که موضوع بتاریم یک تحلیل جدید داشته باشیم در قبال پلیسی های پاکستان در ارتباط با افغانستان و همچنان آنچه که در مورد امریکای نظرسنجی ایران کرده، بهتر است که ما رجوع بکنیم به بعضی سخنرانی ها و خصوصا موقف گیری های نخبگان نظامی پاکستان. چند روز قبل جنرال اسلم بیگ که لوی درستیز سابق پاکستان بود، یک مقاله را در روزنامه پاکستانی انتشار کردن که در او خواهان تجدید روابط پاکستان با امریکا روی معیارهای جدید است، که در او چند نقطه را کنار ایراد کردن که موضوع افغانستان هم یکی از موضوعات عمده در این تجدید نظر بین در روابط استراتژیک بین پاکستان و امریکا است، که گفتن که باید در افغانستان پاکستان رول عمده خود را داشته باشه و این موضوعات جدید نیست. منتها ما از آنچه که خواست پاکستان است تقریبا اطلاع کافی داریم. خواست پاکستان در روی چند محور است. در ارتباط با سیاست داخلی افغانستان، پاکستانی ها همیشه خانزی هستند که طالبا و خصوصا گروه یقانی باید تم داشته باشه. در ارتباط با روابط خارجی ما، آنها همیشه خواستند که ما باید روابط نزدیک با هند نداشته باشیم. در قسمت آبهای ما، آنها هیچ گاهی حاضر نیستند که ما از آب دریای کنر استفاده بکنیم و همچنان در قسمت موضوعات امنیتی ما، پاکستانی ها هیچ وقت حاضر به این نیستند که افغانستان یک نیروی امنیتی قدرتمند و توانمندی داشته باشه. و همچنان در ارتباط با مسائل تجارتی ما، پاکستانی ها همکنون هم ما شما میدانیم که اونا کوشش کردن که در این ارتباط موانع زیاد ایجاد بکنن تا ما خواست از اونها را بپذیریم. این خواست های پاکستانی ها آشکار است و همچنان پاکستانی ها در مذاکرات مخفی یا سری که با رئیس جمهور افغانستان داشتن این موضوعات را روش تاکید دارن. تشکر. آقای دشتی، یکی از مواردی که میشه آدم به یه اشاره کرد یا مکس کرد بالایش، دولت کابل باید پاکستان را متقاعد و مطمئن سازد که از خاک افغانستان به ضد منافع پاکستان استفاده نمی شود. این به ضد پاکستان یک طرف قضیه است که میشه مشکلات مرزی را عنوان کرد که گویا هراس افغان‌ها از این طرف و آن طرف سرحد نروند و ای بیشتر ربط بر حضور هند در افغانستان و محدودیت هند در بخش پروژه های توسعه‌ای یکی از موارد طرف علاقه از این راپور است. چه فکر میکنی؟ آیا این تحلیل در واقع فکر نظامی های پاکستان است که بخور این نهاد تحقیقاتی داده و از این طریق بر رسانه ها انتشار کرده و یا منافع عمومی را نهادهای تحقیقاتی جامعه مدنی و حکومت پاکستان علی سویه سنجش میکنه؟ نفس اینمی مسئله داستان مشهور بگیریش که نگیرید، ولی بجای ازی که ما ادعا بکنیم یا بجای ازی که به اصطلاح ما شکایت بکنیم که افغانستان رنج میبره از حضور مراکز تروریستی در خاک پاکستان و حمایت هایی را که اینا به دست میارن در اونجا، حال اونا دعوا دارن که افغانستان باید زمینی سوی استفاده را بر کسیدگی نتا بر علیه منافع پاکستان دقیقا در دو مورد از یکیش هم مسائل که رابطه میگیره با حضور هندوستان در افغانستان، یکی هم چند باره که در ماهای اخیر ادعای داشتن حکومت پاکستان مخصوصا نظامی پاکستان که گروه های شورشی از داخل افغانستان وارد پاکستان شدن، اونجا یک تعداد از ظاهرا نظامی های پاکستان را کشتن یا در اون گرم و گرم زمانی که نیروهای پاکستانی مناطقی را در کنر و در ننگرهار مورد هدف عملات راکتی قرار می دادن که دولت افغانستان هیچ واکنششان نمی داد، ولی از او سو از طرف پاکستان ادعا می شد که نه، این نیروهای افغانستان هستند که خاک پاکستان مورد هدف قرار می دن. این سیاست یعنی در مجموع وقتی آدم ببینیش چیزی نیست که از یک
نهاد تحقیقاتی بیرون شده باشه. یعنی چیزی نیست که بتونه از یک نهاد تحقیقاتی بیرون شه. با توجه به روابط افغانستان، با توجه به جغرافیای منطقه، با توجه به ترکیب اجتماعی دو طرف خط دیورن، با توجه به همه از این مسائلی را آدم میتونه بسیار با سادگی درک بکنه که چیزی است که از طرف نهادهای قدرت به ویژه خب ارتش به خورد چنین نهادهای تحقیقاتی داده میشه و بیرون داده میشه به عنوان نتیجه یک تحقیقات یا یک بررسی. این چیز در افغانستان هم بدبختانه رواج است، در کشورهای عقب مانده که سوء استفاده میکنن از اعتبار و از نام یک نهاد تحقیقاتی، چیزی است که وجود داره، خود در پاکستان هم است. خانم بارکزی، دید شما چی است که پاکستانی ها از نشر یا پخش همچی گزارشات چی میخواین در وضعیتی که دولت افغانستان مدعی بهبود روابط با پاکستان است؟ ادعایی که دولت افغانستان داره در رابطه با تعمیم روابطش با پاکستان، این هیچگاه نیت پاکستان و سیاست پاکستان در قبال افغانستان نمیتونه تغییر بده، الا زمانی که افغانستان خدای ناخواسته روزی بپذیره که دیگه مستعمره و جز خاک پاکستان است. در او حالت باز وضعیت کاملا متفاوت است. اولا با توجه به ساختارهای رسمی پاکستان و نهادهای ملی و نهادهای جامعه مدنی و تحقیقاتی و پژوهشیش، ما تعجب میکنم و حتی باور ندارم که همچون یک نظر از یک ارگانی که تحقیقات را انجام داده باشه باید برون شده باشه، به دلیل از اینکه اگر اونا ثبات در پاکستان میخواستن میفهمیدن که این ثبات به شکل بسیار محکمش گره خورده با ثبات در افغانستان، و ثبات در افغانستان به معنی ثبات در منطقه است. اما چون این ریشه میگیره و الهام میگیره از امو سیاست های کونه پاکستان در منطقه و مخصوصا در افغانستان که دست بالاتر داشتن و با کمال تأسف هنوزم دارن، یک بار دیگر بیان کننده اون امو موضع گیری پاکستان، امو آجندایش و به اصطلاح امو مینیو و فرمایشات و لست فرمایشاتشان است که اینا به چند شکلش داشتن. از طریق جرگه عنعنوی داشتن، از زبان مردم عام، اما چهره های کلیدی از ادارات دیپلماسی افغانستان در دید و وادیدی که گفته می شد بین اعضای رده اول حاکمیت اینا این موارد را بیان کردن. در نشست هایی که ما همواره داشتیم، پاکستان تا امروز از هیچ نوع موضعی گیریش در قبال افغانستان، مخصوصا در خصوص مسائلی که پیشتر آقای میر بهش اشاره کردن و آقای دشتی، هیچ گاهی اونا به اصطلاح قدم به عقب نگذاشتن، همیشه همی خواستشان بوده و پیش رفتن. و امروز هم دادن ایره به عنوان آدرس از نخبگان پاکستان که با هم یک جا شدن و سیاست را اونا بر ما فرمایشی ساختن که شما افغانا ایره از آدرس ما بپذیرین و در افغانستان عملیش کنین، یا حداقل امی دغدغه پاکستان در سیاست گذاریهایتان در رابطه با افغانستان و پاکستان از نظر نگذارین. بسیار مشکل است به کشوری که همه چیز وابسته به استخباراتش است و فوجش است، ما بتانیم یک نظر علمی تحقیقاتی که برخواسته از واقعیت‌های جامعه درون پاکستان و روابطش با افغانستان باشه داشته باشیم. تشکر. یک بحثی را که آقای میر به اشاره کرد، نشست‌های پشت درهای بسته رئیس جمهور افغانستان با مقامات پاکستانی، از جمله با رئیس استخبارات نظامی پاکستان که گفته میشد مشاور امنیت ملی و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را هم از این نشست بیرون کردن، هم حاوی چنین مطالبه بوده. پارلمان افغانستان به ویژه کمیسیونی که شما در رأس از او هستی، جویای چگونگی وضعیت از حکومت شده که چی گذشت و بالاخره چرا پاکستانی ها فراتر از ادبیات دیپلماتیک حرف میزنن و برخلاف دولت افغانستان خاموش است و سکوت اختیار میکنه. اولا من فکر میکنم هر افغانی از سیاست گذاری های نامطلوب پاکستان آسیب دیده، شاید شخص رئیس جمهور بیشتر، به دلیل از اینکه او اگر با پاکستان کنار میآید و حرف میزنه و یا به اصطلاح خارج از
دایره دیپلماتیک صحبت میکنه، اونا بودن که قاتل پدر و قاتل برادرش هستند. یک واقعیت است، یک کسی که پدر و برادر یک انسان به قتل برسانه و چند بار عملی یا سوی قصد هم به جان خودش راشته باشه، اما به اصطلاح پرده باز است. ما میفهمیم که یعنی ولو که اینا در پشت درهای بسته هم ششتن و گپای را شاید رد و بدل کرده باشن، نمیتونن نتیجه را به دست بیارن. به دلیل ازی که یک نفر قاتل شما هست، اعضای فامیلتان به قتل رسانده، به خودتان به اصطلاح حمله ور شده، شما حاضر هستین برش اعتماد کنین گپش بپذیرین؟ به هیچ عنوان نه. با کمال تاسف فاصله بین حکومت و پارلمان هم در حد که معقول نیست متاسفانه ایجاد گردیده. بیشتر حاکمیت فکر میکنه که سیاست گذاری که در داخل هر ریاست جمهوری صورت میگیره، اما یگانه مرجع به اصطلاح تدوین و پیگیریش است. و با کمال تاسف این دولت افغانستان در کل ضعیف و به اصطلاح از پا افتاده در جامعه جهانی ارائه میکنه. شما اگر ملاقات های رئیس جمهور رو ببینین، اصلا در هیچ ملاقاتش حتی یک اثر هم از حضور نماینده های ملت در جریان چندین سال گذشته نداشتین و اکنون هم ندارین. حالان که بهتر است که تیم ریاست جمهوری به اعتماد داشته باشه، آنچنان که اونا واضح در چوکات دیپلماتیک نمیتونن گپای خود بیان کنن، بگذارن صدای رسای ملت افغانستان از طریق نمایندهاشان به گوششان برسه. خاموشی بخش روابط خارجی یا سیاست خارجی افغانستان که وزارت خارجه است، به طبع از خاموشی رئیس جمهور است. یعنی رئیس جمهور دهی فکر بهتر و خوبتر داره. شما به این نظر است که دقیقتر می سنجه برنامه ها را و این خاموشی دفتن به نفع مردم افغانستان است؟ اگر افغانستان یک سیستم سلطنتی می بود و شاه تصمیم گیرنده می بود، در او صورت مشکل نداشت. افغانستان یک سیستم است که امروز دولتش مبتنی بر قانون اساسی افغانستان قوای را داره و هر قوه در هر بخش نقش خود داره. چرا قانون اساسی افغانستان این صلاحیت به نماینده های مردم افغانستان داره که خطوط اساسی دولت در کل باید از پارلمان رأی تایید بگیره؟ چرا سیاست خارجی افغانستان تعریفش در قانون اساسی و چوکاتش آمده، اما ای که استفاده صورت نمیگیره؟ ای که متاسفانه وزارت خارجه افغانستان تا انوز هم با کمال تاسف نتانستن سیاست مدون داشته باشن که هم عملی باشه و فراتر از او در حول منافع ملی مردم افغانستان باشه و هم یک ارگان باشه وزارت خارجه افغانستان که تطبیق کنه. متاسفانه امروز سفارتخانه های افغانستان شما دیگه شاهدش هستین که برخلاف منافع افغانستان از نام دیپلمات افغانستان در خاک اسلام آباد اینا موضع گیری داشتن. آیا اونا بخشی از وزارت خارجه نیستن و یا بخشی از سیاست خارجی افغانستان؟ و هر چند افراد هم باشه، اما این نظام و این حکومت و حاکمیت سیاست چه میتونه تمثیل کنه؟ آقای جوادی، با معذرت، آقای سجادی، پارلمان افغانستان به مناسبت از این که تنش‌های داخلی مصروف ساختش، خطوط اساسی بر کارهای اصلی آیا باقی است که از چگونگی اجراعات حکومت افغانستان با ویژه در قبال همسایه شرقیش که پاکستان است، به قول آقای دشتی، بگید که نگیرید هم حملات هراس افغانی سازماندهی میشه و اسناد قوی در دست است و هم اونا سر صدا ایجاد میکنن برخلاف دولت افغانستان، به ویژه وزارت خارجه افغانستان، حکومت افغانستان خاموشی اختیار کرده. چی باید شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم دو تا بحث رو ما میتونیم جداگانه بحث بکنیم. یکی مربوط میشه به دستگاه سیاست خارجی افغانستان و یکی این دستگاه تا چه اندازه فعال هست. آیا تعریف روشنی از منافع ملی، اهداف ملی وجود دارد؟ آیا یک برآورد و سنجش دقیق از تناسب بین امکانات ملی و اهداف ملی و خواستهایی که مطرح میشه وجود دارد یا وجود ندارد؟ یک بحث ای هست. یک بحث هم برمیگرده به دستگاه سیاست خارجی کشوری که در قبال زما گپ میزنیم.
در ارتباط با سوال شما، من دو صحبت رو میخوایم دو نقطه رو یادآوری بکنم. یک، به صورت کلی میخوایم عرض بکنم متاسفانه دستگاه سیاست خارجی افغانستان برخلاف انتظار یا برخلاف او وظیفه‌ای که دستگاه سیاست گذاری خارجی داره، صرفاً یک نهادی اجرایی و تطبیق کننده پالیسی ها و فیصله هایی است که در ارگ ریاست جمهوری اتخاذ میشه. یعنی در اینجا یک خلای جدی در عرصه سیاست گذاری وجود داره، یعنی تم پالیسی ساز واقعا وجود نداره یا حداقل ما مشاهده نمی کنیم. شاید نمونه بارش ای باشه که دو سال یا سه سال است که دعوا بین پارلمان و حکومت در ارتباط با معرفی خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان وجود داره. فکر میکنید که چرا از جانب حکومت اقدامی در ارتباط صورت نمیگیره؟ من فکر نمیکنم همهش از سر بی‌توجهی باشه. یک عامل اساسی است که ما هنوز سیاست خارجی مدون نداریم. یک عامل اساسی است که هنوز ما استراتژی تعریف شده به نام استراتژی سیاست خارجی افغانستان نداریم. همه دستگاه سیاست خارجی دنیا رو شما مشاهده بکنید، پالیسی ها و تاکتیک ها و روش ها و تکنیک هایی که به کار میگیره در چوکات یک استراتژی کلان اینا رو تعریف میکنه. ما استراتژی کلان ما مشخص نیست که میخوایم با همسایگان چیکار بکنیم، با دنیا میخوایم چیکار بکنیم. لذا هر روز به صورت روزمرگی گاهی اظهار نظرهایی را میکنیم که رابطه روزمره ما رو با دنیا خراب میکنه، گاهی اظهار نظرهایی میکنیم با همسایه ها دوست و برادر هستیم و از فرداش ممکن اظهار نظرهایی صورت بگیره که بیانگر یک نوع رابطه خصمانه است. اما خلایی که در ارتباط، نقطه دومی که وجود داره، خلایی که در ارتباط با پارلمان شما اشاره کردید و سوال کردید وجود داره، است که متاسفانه همطوری که خانم بارگزای اشاره کردن، نه او وظیفه نظارتی خود را پارلمان در ارتباط با پالیسی سازی سیاست خارجی افغانستان تانسته انجام بده و نه از طرف حکومت تمایلی برای این وجود داشته که پارلمان رو به عنوان یک شریک و یک همکار مشارکت بده در سیاست گذاری و برنامه های سیاست خارجی خودشون. واقعا اون چیزی که اشاره شد و دوستا اشاره کردن، دیشب ما وقتی از خبر ایرو شنیدیم، برای ما یک مقدار بهت زدگی و مایه تعجب بود که چطور با این همه وضعیت نابسامان و کشتارهایی که در افغانستان به وجود آمد و دست درازی ها و مداخلات آشکاری که هم آمریکا، هم انگلیس، هم کشورهای اروپایی در ارتباط با پاکستان اسناد را ارائه کردن وجود داره، یک بار هم دستگاه سیاست خارجی افغانستان حتی این مسئله را برایش مطرح نشد که بالاخره سفیر یا کاردار سفارت اسلام آباد را احضار بکنه. ولی در اثر یک گزارشی که مثلا مطرح میشه، که من فکر میکنم این یک رویکرد جدید در سیاست خارجی اسلام آباد است، ما میبینیم که کاردار افغانستان احضار میشه. من فکر میکنم در ارتباط با اون بحثی که تا الان کارا مطرح کردن، یک کمی با یک نگاه سیاسی اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم، من فکر میکنم بعد از کشته شدن بن لادن دستگاه سیاست خارجی پاکستان تحت فشار غرب قرار گرفت و اینا نیازمند است که گروه کرد جدید را برای فعال ساختن دستگاه سیاست خارجی خودشان در پیش بکشه، که این طرحهای جدید و بحثهای جدید دقیقا در راستای کشاندن سیاست خارجی از انفعال به سمت باز فعال شدن مجدد هست. آقای سجادی، در این بحث ما فکر میکنیم بعد دو محور ما و شما تمرکز یا تاکید داریم، توافق نظر داریم. یکی این که نهادهایی که غیر دولتی هم اگر هستند در پاکستان، اونا تحقیق یا چیزی را فرآورده های خود را که ارائه می کنند، این دید نظامیان پاکستان به ویژه و در کل حکومت پاکستان است. و بحث دومی که بیشتر حملات و مداخلات از پاکستان به افغانستان صورت می گیره و دولت افغانستان خاموش است، برخلاف سر صدا از پاکستان زیاد می شود. پارلمان افغانستان هم مشکلات خود را داره و حکومت هم تحویل نمی گیره پارلمان را. مشکل بالاخره به نظر شما در افغانستان چگونه خاتمه پیدا میکنه؟ من فکر میکنم که انتظار ای که یک تحول در دستگاه سیاست خارجی ما به وجود بیاید، یک انتظاری فکر کنم آرمانی خواهد بود، برای اینکه چیزی تغییر نکرده. که ما دید شما ای است که دولت افغانستان فاقد تحول رو از سیاست خارجی، دقیقاً فاقد ختمش سیاست خارجی مدون و فاقد استراتژی ملی در عرصه مناسبات خارجی و بین المللی است، چه در سطح مسائل منطقه‌ای، چه در سطح مسائل جهانی. حداقل بنده به عنوان یک از اعضای کمیسیون روابط بین الملل که چندین بار با مقامات وزارت خارجه در ارتباط نشست داشتیم، به
جدیت میتونم بگم به این باور رسیدیم که چیزی به نام سیاست خارجی مدون و تعریف شده در دستگاه حکومت افغانستان وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که ما تحول رو باید از پایین به بالا انتظار بکشیم. از پایین به بالا به این معنا که این تحول باید از درون پارلمان افغانستان یک نقطه امیدواری میتونه باشه و از درون میدیا و روشنفکران و تحلیلگران با به وجود آمدن البته یک وفاق ملی. ما اول باید یک چیزی که برای ما مشکل ساز است این است که نه در بین نخبگان ما، نه در بین رسانه های ما، نه در بین سیاستمداران ما متاسفانه تعریف روشن و مورد توافق از منافع ملی و اهداف ملی وجود نداره. ما اگر تعریف دقیق از منافع ملی به وجود بیاریم در اون صورت خیلی از تفاوت نظرها را میشه بر پای منافع ملی دور انداخت و در راستای تامین منافع ملی افغانستان در کنار هم قرار بگیریم. این مشکل اساسی است. آقای رحیمی، آنچه که دوستای ما از پارلمان به او تاکید دارند، نبود سیاست، نبود خطوط مدون در پیوند با سیاست خارجی افغانستان است و از طرف دیگه هم آقای سجادی بحث وفاق را اشاره کرد چند پیش بعد از کشته شدن اسامه ابن لادن. حتی احزاب مخالف حکومت پاکستان تجمع کردند و بالای منافع ملی پاکستان تمرکز کردند و دفاع کردند و در فکر بیرون رفت از زمین بنبست شدند. چگونه شده میتونه که افغانستان فاقد هر دو باشه؟ از یک طرف مردم، نهادهای جامعه مدنی به شکل از اشکال دل سرد باشن از حکومت و از طرف دیگه هم سیاست خارجی وجود نداشته باشه. چنین دولتی را شما سراغ دارید در سایر کشورها؟ من به دو نقطه اشاره بکنم. یک نقطه مثبت در گزارشی است که نخبه‌های پاکستانی بر اولین بار آمدن گفتن که برگشت طالبان و حمایت از حکومت طالبان در افغانستان منافع پاکستان نیست. نباید در همین متن گزارش آمده که ما از برگشت حکومت طالبان در افغانستان حمایت بکنیم، اما در جای دیگه گنجانیدن شبکه حقانی و طالبان را در حکومت تاکید دارند. اونا گفتن برگشت حکومت طالبان و اون افتخاراتی که ملا عمر داشت منافع پاکستان نیست. دو، در مقابل ازو از روند مذاکرات یک حکومت فراگیر به اشتراک گروه طالبان و شبکه حقانی حمایت کردند. و نقطه دوم جالبی است که به این نتیجه رسیدن که آمریکایی‌ها به صورت دراز مدت در افغانستان پایگاه‌های خود حفظ میکنن و این هم یک تحول در تفکر و اندیشه نخبه‌های پاکستانی نشان میده که گاهی بر عقب نشینی کامل آمریکایی‌ها به اساس فشار و چیزا تاکید داشتن. ببینین این مسئله را که شما به او اشاره کردین، از نظر شخص من عمدترین بحرانی را که ما در افغانستان داریم فقدان شکلگیری یک تفکر ملی در 10 سال گذشته است. از نظر من افغانستان یک جامعه چند پارچه است. هویت‌های قومی، سمتی، منطقوی، زبانی و گروهی میچربه بر یک هویت ملی و این تفکر شکل نگرفته. در فقدان شکلگیری تفکر و کسایی که حامل تفکر باشند طبیعتاً صحبت از وفاق ملی و از یک سیاست مدون که بتونه از کشور افغانستان در مجموع نمایندگی بکنه دشوار است. در مقابل اون چیزی را که شما از این نخبه‌های پاکستان می‌بینین، از یک وفاق و از یک تفکر مبتنی بر منافع ملی پاکستان صحبت میکنه. یعنی اگر هر کشوری نخبه‌هایش بیاین مبتنی بر منافع ملی کشورشان تفکری ری راه بکنن، فکر میکنم همین کارا میکنن که پاکستانی‌ها انجام دادن. یعنی پاکستانی‌ها برای خود درست میکنن. درست ببینین گذشته از او قضاوت ما یک طرفه است. حکومت افغانستان و نخبه‌های افغانستان تونست کشور به نام افغانستان رو به رسمیت خودشان نمی‌شناسند. یک کشور یا یک دولت ملی در تعریف فعلیش دو تا عنصر داره، قلمرو مشخص داره و حاکمیت ملی داره. شما با به رسمیت نشناختن خط دیورند حاکمیت ملی پاکستان رو نقض می‌کنین و کشور به نام افغانستان رو به رسمیت نمی‌شناسین. اما چند پیش رئیس ستاد ارتش افغانستان در یک از فکر می‌کنم در تلویزیون طلوع بود اشاره داشت، الفاظ شاید عبارات مختلف اما معنی همی بود که حاکم چترال را افغان ها تعیین میکردن. وقتی که لویدرسیز یک مملکت چنین بگویه، آیا پاکستان حق اعتراض نداره؟ همین میخواستم مطرح بکنم، یعنی باید یک مقدار در قضاوت های من منصفانه باشیم. من حمایت نمیکنم از تجاوز مداخلات پاکستان، به هر حال اونا مداخلات در امور افغانستان داشتن و دارن، ولی در مقابل طرف افغانستان هم مسائل را مراعات نمیکنه. لوی رئیس استاد ارتش افغانستان به صراحت گفت که تا مرز رسمی ما پل اتک است، ما این مرز به رسمیت نمیشناسیم.
یعنی شما حاکمیت یک کشور را نقض میکنید. و اگر در جای دیگه می بود این میتونست منجر به یک جنگ شود. دو، شما اینجا یک وزارت دارین به نام اقوام و قبایل. اینا کدام اقوام و قبایل کمک میکنن، همکاری میکنن؟ من هیچ تردیدی ندارم که حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان در شورش ها و مسائلی که در اون طرف مرز انجام میگیرد دخل داشتن و دوست داشتن. پاکستان با هندوستان مسئله مشکل امنیتی داره، این مسئله حیات و زندگی یک کشور است. نزدیکی با هندوستان طبیعتاً برای پاکستان حساسیت خلق میکنه. یک مسئله که بسیار برای پاکستانی ها مهم است و مطالعاتی را نشان میده که مناطق پشتونشین همیش علیه هند مورد استفاده قرار گرفته از سوی پاکستان، چی در جنگ‌های کشمیر و چی در درگیری ها افراد از اون افراد. هندوستان تلاش داره که یک حساسیت زدایی در مناطق پشتونشین باید صورت بگیره. شما پروژه های توسعه هند در این مناطق دارین، کنسولگری ها را دارین، حداقل یک هندی بیا مردم ببینن که میام آدم هستن. اون تفکری که پاکستانی ها اینا را به عنوان نجس و پلید و هندو در تفکر مردم ما به تصویر کشیدن نادرست است. این هم نگرانی های پاکستان است. ما فکر میکنم اگر ما میخواهیم به ثبات و به امنیت در منطقه دست پیدا بکنیم، این باید با در نظر داشت نگرانی های مشروع هر دو طرف مذاکرات صورت بگیره. ولی نقص در این مذاکراتی همونطوری که دوستان اشاره کردن که سیاست خارجی ما در افغانستان اگر باستاب از سیاست داخلی باشه یک سیاست منسجم، منظم و مدون نیست. از این ناحیه ما مشکل داریم. اما راه بیرون رفت برای همگرایی منطقه‌ای و برای ثبات این است که ما نگرانی های هر دو طرف را به رسمیت بشناسیم و در طی یک مذاکراتی که او توافق جمعی نخبگان و نهادهای حکومتی را در دو طرف در پی داشته باشه و نتایجی دست پیدا بکنه. و الا پاکستان با توانایی که داره میتونه به راحتی مشکل خلق بکنه. امروز رهبری سنتی که در افغانستان وجود داشت برای پاکستان مشکل خلق میکرد، به پاکستان انتقال کرده. مرز نفوذ پاکستان از کابل و این مناطق گذشته به شمال رسیده. اینا توانایی خلق مشکل در افغانستان متاسفانه داره. تشکر خانم بارگزای. آنچه که آقای رحیمی اشاره کرد و گفته های رئیس ستاد ارتش افغانستان که مرز افغانستان هتک است و بالاترین مقام نظامی بعد از رئیس جمهور است در افغانستان و به این شکل موجودیت وزارت به نام سرحدات و قبایل که معلوم است چه میکنه، آیا این خودش مداخله را نشان نمیده به خلاف سیاستی که افغانستان شعارش میده که حسن همجواری و عدم مداخله در امور یک دیگر؟ یعنی پاکستانی ها را حق نمیده کنه مداخله بکنه؟ بسیار غیر منصفانه است که ما بگویم به این دو دلیل که هم به این تازه گفته شده پاکستان حق مداخله در افغانستان داشته باشه یا برش واگذار شویم. من تعجب میکنم به دوستایی که فکر میکنن اظهار هم توی یک مورد میتونه نمادی از مداخله باشه. شاید هر کشور دیگه جهان هم خواستار تعمیم جغرافیای خود باشه، هرچند ضعیف هم باشه، اما میتونه به عنوان یک آرمان، یک آرزو، یک هدف در پیشا پیش به سلام و استراتژی خود داشته باشه. اجراعات را که دولت افغانستان میکنه شاید از لحاظ حرف خاموش است، اما از لحاظ عمل گاگای چنین عملاتی میکنه. آنچنانه که شما توانمندی عمل میخواین به اصطلاح به همایش بگذارین ما ندیدیم. ما کشوری هستیم بدبختانه ما کشوری هستیم که میزایل و راکت های پاکستان از فوج پاکستان می آمد بر خاک افغانستان حمله می کرد، مردم کشته شد، قریه ها زیر بمباران از اونا بود، اما صدا از سنگ صدا برآمد، از حاکمیت کنونی صدا نبرآمد. پارلمان افغانستان بار بار گلو پاره کرد، رسانه ها گلو پاره کردن، خانه شان آبادم و دین وطنی ایمانی، وجدانی و غرور آبایی خود حفظ کردن. اما با کمال تاسف دیدین که از طرف پاکستان فقط بانی شمی بود که ولی خب ما نیستیم، گروه دیگه از تروریست ها است. برخلاف من فکر میکنم اگر افغانستان همچی یک دید وسیعی را می داشت میتونست قدم های بسیار فعالتر در عرصه سیاست گذاری خود داشته باشه. آنچه که جناب ایشان گفتن که پاکستان حق دادن تشویش داشته باشه از حضور هند در افغانستان یا لااقل خواستن در مناطق پشتونشین چهره از هندو را به همایش بگذارن. دوست عزیز من اگر شما برین ننگرهار، قندهار،
ولایت غزنی افغانستان در قف سه ولایت کمیال در ذهن ماست به شمول ولایت کابل خوستم. افغانستان خودش مردم هندو و سکه در داخل خود با عنوان نفوذ خود در قانون اساسی خود پذیرفته. این ضرورت به کشور هند نیست که یک 4 تا 5 تا هندو یا سکه بر ما روان کنن و ما به اصطلاح زو استفاده کنیم. فراموش نکنین که اونا بخشی از جامعه افغانستان هستند، بخشی از ملت افغانستان هستند، درست مثل ما و شما از امو حقوق و امتیازات بهرمند هستند که ما به عنوان یک افغان ازش بهرمند هستیم. و دوم، تا چی وقت ما دکته های پاکستان در رابطه به کدام کشور دوست قبول کنیم، کدام دشمن قبول کنیم؟ اگر ما سیاست به اصطلاح و عاجزانه را داشته باشیم که هر کدام ارباب و ما مادون هر یک باشیم، پس ای الزامن ما باید فرمایشات چین در نظر داشته باشیم، از ایران در نظر داشته باشیم، از پاکستان در نظر داشته باشیم، او طرفش از هندوستان در نظر داشته باشیم، از آمریکا در نظر داشته باشیم، از کشورهای جهان عرب در نظر داشته باشیم. بنان آنچه که رئیس جمهور افغانستان انجام میده با توجه به گفته های شما که سیاست مداوان خارجی هم وجود نداره، حفظ روابط علی السویه یا حداقل نیک با تمام طرف های درگیر، این یک چیزی است که نقد را منتفی میسازه؟ اجازه بدین. حفظ روابط در خور شرایط است. وقتی که ما از یک موضع برابر با عنوان دو کشور گپ میزنیم، بله، باید این روابط حفظ شود. اما اگر وقتی کسی بگه که من برادر کلان هستم و تو با عنوان کوچک هر چیزی که برات میگم عملی کو، در صورت کاملا ایره هر شخصی که باشه از افغانستان نفی میکنم، به دلیل از اینکه این مطابق با مو اصول بین المللی هست، نه در مطابقت به تاریخ 5000 ساله ای سرزمین هست و نه این با روان از این مردم که از لحاظ فکری، تاریخی و روانی آماده پذیرش همچو یک بابایی را از ابرقدرت های بزرگ نبودن عالی جوانه که تازه به نام پاکستان پیدا شده از این نیستیم. اما در پنج سال اخیر آنچه که دولت افغانستان در قسمت سیاست خارجی و روابط بین المللی انجام میده، باویجه در برابر ایران و پاکستان، یک نوع کرنش نیست؟ اصلا قابل تحمل نیست. این سیاست سیاستی است که افغانستان خرد کردن و شیرازی وحدت و وفاق همفکری که ما علاقمندش هستیم در حالت از بین بردن از او است. اما فراموش نکنین که در سیاست گذاری ها در افغانستان این تنها دولت افغانستان یا چند نفر یا ارگ ریاست جمهوری نیست که تصمیم گیرند. از شما دوباره مراجعه کنین با رای عمومی مردم افغانستان و لطف کنین از یک پسر 10 ساله و از یک دختر 7 ساله افغان بپرسین که نظرشان چی هست. شکر. آقای میر، چه باید شوه که دولت افغانستان دارای خطوط اساسی سیاسی به ویژه سیاست خارجی شوه که خوب از خراب توسط از او تفکیک بکنه؟ خب، قبل از اینکه من به می سوال شما پاسخ بدم، در ارتباط به سخنان آقای رحیمی بگویم که هی نقض حاکمیت یک کشور نیست وقتی که ما ادعا میکنیم بالای خط دیورن. اگر شما تاریخچه خط دیورن را مطالعه کنین، یک قراردادی بوده بین حکومت زمانی افغانستان و هند برتانیا و این خاتمه پیدا کرده. حال باید ما از سر با پاکستان مذاکره بکنیم. و موضوع دومی است که خط دیورن ارتباط میگیره با اقوامی که در دو طرف خط زندگی میکنن. قریجات را از هم جدا کردن، فامیل ها را از هم جدا کردن. هی اقرم من ندارم، نه کسی دیگه داره، هی اقرم مردم داره که مردم باید تصمیم بگیرن. اصلا عناصر متشکل دولت یکیش بحث اراضی است، یعنی بله. حاکمیت میتونه موشم دولت هایی هستن بالای سرحد. بله. میشه دولتی که یک طرف سرحدش چند هزار کیلومتر دولت هایی هستن که نامعلوم باشه، هنوز هم این مشکلات را دارن. افغانستان تنها استثنا نیست، در دنیا کشورهای دیگه هم در دنیا وجود دارن که در ارتباط به موضوعاتی که سرحدیشان است، خصوصا اراضی که هنوز هم درست تعیین نشده، این مشکلات را دارن. این مشکلات افغانستان ناشی از این است که ما میکنه گفته های لویدرسیز افغانستان را که حاکم چترال را افغان ها تعیین میکردن و تا اتک از ما حاکم چترال را که یک واقعیت بوده، این یک گفته نیست، این یک واقعیت است. حالی که در سروبی و
غوربند و میدان شهر و سنگ نوشته تسلط نیست چطور میشه؟ ببینین اگر ما به پاکستانی ها تسلیم میشدیم باید ما در سال 1992 یا در سال 1996 وقتی که طالبا کابل را گرفتن باید تسلیم میشدیم، اما به خاطر تسلیم نشدیم. ما از زبان خود شهید احمد شاه مسعود این گفته را شنیدیم که اگر حاضر به خواسته های پاکستان میشدیم ما امروز بود دچار مشکل با پاکستان نمی بودیم. یعنی یکی از مشکلات پاکستانی ها فشار میارن پذیرفتن خط دیورند است. پذیرفتن خط دیورند هیچ شخص در افغانستان صلاحیت قبولی از او را نداره. این باید باز بگرده به آنچه که خانم بارکزی گفتن با یک رفرندوم در بین مردم افغانستان. این تصمیم نه حکومت افغانستان است و نه کسی دیگه. اگر این تصمیم ما در گذشته ها خصوصا رهبری افغانستان می گرفت ما شاید دچار این مشکلات کنی در افغانستان می بودیم. دولت افغانستان این ظرف و این حوصله را داره که مراجعه بکنه با رای عمومی و با رفرندوم؟ ببینید این یک موضوع یک نسل امروزی نیست. نسل های گذشته قربانی دادن، نسلی که امروزی از قربانی میته، این یک موضوع بسیار اساسی و حیاتی است برای افغانستان. باید ما به یک تصمیم برسیم. این تصمیم اگر توافق به این شود که خب ما خط دیورند را قبول بکنیم، همی از صلاحیت های کی است؟ آیا رئیس جمهور افغانستان؟ یکی صلاحیت و آرزو است، یکی هم توانایی های عملی. فرض کنیم پاکستانی که در قندوز، در تخار، در بدخشان و حتی در دورترین نقاط جوزجان و فاریاب حملات انتحاری را اندازی میکنه و گروه های حراس افغان را مسلح میسازه و دوجه تمویل میکنه و اداره میکنه از میرامشار و کویته و پشاور، آیا دولت افغانستان توان عزیز داره که هنوز هم ادعای مرزی بکنه با او؟ ما حکومتی هستیم که پشتیبانی بیشتر از 50 کشور دنیا را داریم. پاکستان یک کشور است که فعلا در انزوا قرار داره. فشارهای نظامی، فشارهای مالی بالای پاکستان به حد است. پاکستان کشوری نیست که مانند گذشته توانمند باشد. پاکستان دچار مشکلات حداقل اجماع بین قوای سیگانه قضا یک بخش تخصصی از گپ جدا بین حکومت و پارلمان بالای همین خط دیورند وجود پیدا کرده میتونه؟ حال مشکل اساسی که به سوال شما باز میگردیم امی است که ما به خاطر تعیین خطوط اساسی خود چی در سیاست خارجی، چی در سیاست داخلی، چی در سیاست های اقتصادی ما باشه، ما ضرورت به آنچه را که آقای سجادی گفتند که با یک وفاق داریم و به یک ضرورت به یک اجماع داریم، اگر ما این را برسانیم به سطح نخبگان سیاسی افغانستان، امروز هیچ نهادی در طول 10 سال گذشته همچنین یک نظرسنجی از نخبگان سیاسی افغانستان در ارتباط با سیاست افغانستان در قبال پاکستان نداشته. امروز ما شما میفهمیم که سیاست در افغانستان مستقل نیست. سیاسیون افغانستان چی احزاب، چی گروپ ها، چی شخصیت ها وابسته به کشورهای همسایه هستند. این حقایق را ما شما قبول داریم. شما هیچ نهادی یا هیچ سازمانی سیاسی که مستقل باشه در افغانستان امروز ما شما سراغ از او را نداریم. یکی از بدبختی های ما گروپ ها، شخصیت های سیاسی موقف میگیرن بر اساس منافع کشورهای که اونها را تمویل میکنه، نه بر اساس منافع ملی افغانستان. تشکر. آقای سجادی چی باید شود که مردم افغانستان حداقل بفهمند که دولت افغانستان به ویژه حکومت افغانستان کدام مسیر را میپیماید و نمایندگان مردم چگونه نظارت بازدارنده دارند بالای ازی؟ ببینید متاسفانه وقتی که جهتگیری سیاست خارجی کشور روشن نباشه، ضمنی که فرصت ها و امکانات ملی به هدر خواهد رفت، یک نوع سردرگمی هم بین مجموعه نهادهای اجتماعی و سیاسی و نیروهای ملی ایجاد خواهد شد. ما یک مثال خیلی روشن به همین بحث پاکستان هست. یک مثالی که همین روزهای اخیر بحث به وجود آمد، بحث امضای معاهده استراتژیک به ایالات متحده آمریکا. ببینید بحثای با این همه اهمیت ایجاب میکنه که دولت مردان ما با مطرح کردن یک جهتگیری مشخص هم روشن فکران، هم نمایندگان و هم رسانه ها را جهت ببخشه که همه پشت سری یک مسئله در راستای منافع ملی استاده شوند. ولی متاسفانه چون این جهتگیری روشن نیست، ما برای هر نوع حرکت موفقیت آمیزی که به صورت نسبی ما را از وضعیت فعلی خارج بسازه نیاز داریم در قدم اول به این که یک تعریف روشن از اهداف و منافع ملی افغانستان داشته باشیم. ما میادن که اینجا با هم بحث میکنیم در ارتباط با پاکستان و بحثای ملی خود ما هنوز توافق نظر وجود نداره. بحثای بسیار کلان، بحث بسیار حیاتیه، بحثای تمامیت ارضی یا حاکمیت ملی یک کشور. ببینید من میخوام عرض کنم که تا زمانی که منافع ملی محورهای اساسیش روشن نباشه، حداقل 3-4 تا محور در رابطه با بحث منافع ملی هر کشور فارغ از
اختلافات بین پوزیسیون و اپوزیسیون، احزاب چپ، راست، پارلمان و غیره وجود داره که همه پشت سر این میسته، چه پاکستانی ها، چه غربی ها، چه آمریکایی ها. اما تنها ما افغان ها هستیم که اختلافات و تفاوت های نظری سیاسی ما هیچ خط قرمز و خط پایان نداره. حتی منافع ملی ما هم خط پایان این تفاوت نظرها نیست. ببینید، منافع ملی یک کشور بحث تمامیت ارضی و حفظ موجودیتشان هست، بحث‌های امنیت و تعدید ملی و امثال اینا. منافع ملی یک کشور بحث توسعه اقتصادی و حداقل آب و نان برای مردم یک کشور هست. منافع ملی یک کشور بحث تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای ملی یک کشور میتونه باشه. منافع ملی یک کشور میتونه بحث هویت سیاسی یک مردم و فرهنگ و ارزش‌های ملی یک سرزمین میتونه باشه. شما در تمام این چهار عنصر که من یادآوری کردم خدمت شما، وقتی وارد بحث میشی میبینی که هیچ گونه وفاق نظر وجود نداره. پس بنابراین این که من گفتم وفاق نظر بین نخبگان سیاسی و روشنفکران و نمایندگان پارلمان اول باید به وجود بیاید، یعنی نه این که وفاق نظر در تمام مسائل، حداقل روی محورهای اساسی منافع ملی و خطوط اساسی باید وفاق نظر به وجود بیاید. آقای دشتی، دوره دوستان مشاره کردند، سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی یک کشور است، اما در افغانستان برخلاف سیاست‌های داخلی را عوامل نفوذی خارجی تعیین میکنه، چی غرب توسط کمکش و چی همسایه ها توسط جواسیسش. رای بیرون رفت شما در چی میبینی؟ آنچه که ادعا میشه وجود نداره، پیدا کردن از آیا قربانی میخواه این نسل باز قربانی میشه؟ چند نقطه است قابل اشاره. سیاست خارجی افغانستان به ویژه در قبال پاکستان فرد محور است. رئیس جمهور امروز خوش بود، رابطه ما با پاکستان خوب است، فردا خفه بود، رابطه ما خراب است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگه که ما تثبیت کردیم که از کجا بالای افغانستان راکت انداخت میشه و کی انداخت میکنه. وزارت خارجه ما چیز نمیگه به خاطر که رئیس جمهور هدایت نداده که برش چیز گفته شد. یک نکته. دوم نکته، زور کم قار بسیار. لوی دریستیز افغانستان دعوا داره که تا اتک از ما است. تو سروبین نگاه کردن نمیتونی، تو دروازه کابل نگاه کردن نمیتونی. یک وقتی آدم یک گپ میزنه که توانش داشته باشه. این رقم اظهارات غیر از اینکه طرف مقابل تحریک میکنه کوش شدیدتر عمل بکنه، بحرانزایی رو بیشتر بسازه و از تمام ظرفیت و توان خود استفاده بکنه که اینمی فکر را سرکوب بکنه و مجال نته که فکر سر بلند بکنه، فایده دیگه نداره. وزیر دفاع ما به قریه خود رفته نمیتونه، ما دعوای اتک داریم. این دیگه مثلا وقتی که افغانستان در یک موقعیت بسیار خوب قرار گرفت، پس از 7 سال 8 سال دنیا را قانع ساخت که بلی مشکل اصلی در پاکستان است. در اول که دنیا قبول نداشت مشکل اصلی در پاکستان است، حمایت تروریسم از اونجا میشه، ریشه ها در اونجا هستند. وضعیت تغییر خورد، دنیا این چیز را قبول کرد. بارها شنیدیم، از رسانه هایشان هم شنیدیم، از مقاماتشان هم شنیدیم که در این مورد اظهار نظر کردند. وقتی که اسامه بن لادن در پاکستان دستگیر شد، کمر پاکستان را دولت افغانستان بسته کرد. ما شاهد هستم که فرمانده عمومی قلوردوی سرحد بین سال 2005-2007 بوده، حالا متقاعد است، به زبان خود گفت که کمر ما را شما افغان ها بسته کرد. ما سخت زیر فشار بودیم، رئیس جمهور شما گفت که روابط ما با پاکستان خوب است، مذاکرات صورت گرفت، آمدیم رفتیم، یک چهره نو از ما شما نشان دادیم. تا زمانی که سیاست به این رقم پیش بره، نتیجه شمیز خط دیورند. قطعا مردم دو طرف خط دیورند حق ندارن که در مورد خط دیورند تصمیم بگیرن. این صلاحیت از اونا نیست. این صلاحیت من افغان است. این صلاحیت شما افغان است. کل ما با عنوان افغان ها حق داریم در این مورد برابر تصمیم بگیریم. ولی وقتی نمیخواییم تصمیم بگیریم، ادعای ناقی هم میکنیم مثل لوی دریستیز واری. وقتی حاضر نیستیم حتی مذاکره را آغاز بکنیم روی از این مسئله، چی انتظار داریم پاکستان ما را آرام بگذاره؟ اینه میگذاره. قرارداد خط دیورند قراردادی وجود نداره. آقای میر دو دانه نامه است، رد و بدل شده، از طرف وایسرا، این طرف از طرف امیر افغانستان. او گفته که خط امینجا است، ای گفته بله خط امینجا است. امیر افغانستان این خط را پذیرفته در زمانش. این که پاکستان بوده یا نبوده طرف ما، یا هند برطانوی بوده یا هر کس دیگه که بوده، گپ جداست. امیر افغانستان این را پذیرفته. 100 سال را که ما دعوا داریم که میگن در 100 سالی زمانش میادش
ختم میشه قطعا نه در نامه امیر امیر افغانستان چنین گپی است نه در نامه که از هند برتانیه میاد اجازه بده سر اصل موضوع که بسیار مهم است آقای عبدالله بسیار مهم است که با یک قسمت گپای دوست موافق هستم که نگرانی را اگر ما ایجاد میکنیم و در صدد رفعش نیستیم باید منتظر بحران باشیم شما به طرفتان به عنوان یک طرف از یک طرف این رقم است که شما حاضر میشین تمام شرط و شرایط چه بپذیرین وقتی که رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش رئیس آیسا اینا می شما شرایط چه میپذیرین لستان بسیار طولانی است در این کاغذی که ای نهاد نو هم ترتیب داده این لست آمده این را میپذیرین ولی از یک سوی دیگر نگرانی اصلی یک دولت را و یک کشور را به عنوان منافع ملیش نمیپذیرین حاضر نیستین که روی خط دیورند شما ما نمیگیم که خط دیورند به رسمیت شناخته شوه یا نشوه وظیفه ما نیست ولی این مشکل بین دو کشور است باید رویش مذاکره صورت بگیره گفتگو صورت بگیره رای حل چیست پاکستان خواهشاتش در این مورد چیست افغانستان خواهشاتش در این مورد چیست بالاخره ما به یک نتیجه برسیم او زمان به رفراندوم بگذاریم امروز که بر رفراندوم بگذاریم ما بین ما سر ازی با توافق نمیرسیم دو نفر وکیل در پارلمان در آیا یا بر آیا نصف ملت افغانستان یک چیز میگن نصف دیگه چیز میگن سر ازی که خط دیورند ما به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم توافق از کجا میکنیم مگر اینکه یک چارچوب یک مسوده برای یک توافق دو جانبه بین کی وظیفه دقیقا وظیفه دولت افغانستان وظیفه حکومت افغانستان وظیفه رئیس جمهور افغانستان در ارتباط با خط دیورند پروژه های زیادی وجود داره یکی از دوستای خود ما شما هم یک مقاله بسیار خوبی را نشر کردن در ارتباط اینقدر موضوع ساده نیست که ما شما در یک گفتمان بتونیم برای یک راه حل پیدا کنیم بدون شک کی ضرورت داره با تصمیم گیری در سطح ملی و این تصمیم یک شخص نمیست و در ارتباط به اینکه مردمی که در دو طرف خط دیورند زندگی میکنن اینا بر قوانین بین المللی اینا هویت دارن به خاطر اینکه زندگی از اونا در تشکر آقای میر بینندگان عزیز سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بوده و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما تشریف آوردند با تاسف از وزارت امور خارجه و مرکز رسانه‌های حکومت کسی در بحث ما تشریف نیاورد پرسش هایی که متوجه از اونا بود بدون شک بی پاسخ ماند خدا حافظ و ناصرتون.